تو چرا میخوای فرار کنی؟ نه 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 کن بذار برم چه مردیته؟ آروم بگیر آروم بگیر آروم بگیر حالت خاصی دست و پات که بسته باشه برای هر دوی ما بهتره. تو رو خدا دستم رو باز کن بذار برم. بسیار خوب بسیار خوب آروم باش آروم باش آروم باش. از خودم بیزارم. ببینم چطه. بیزارم از خودم. چرا به این روز سیاه افتادی؟ آروم آروم بشم. چطوری آروم بشم؟ تا ابد حسرتش با من میمونه. چه حسرتی عبیدالله؟ چرا نمیگی ماجرا چیه؟ اون روز توی کوفه باد شدیدی میامد. همه چی با رسیدن خبر مرگ معاویه به کوفه شروع شد. از مرگش خوشحال بودیم تا اینکه فهمیدیم معاویه پیمان شکسته، همون عهدی که با حسن ابن علی بسته بود. معاویه بدعت کرد و پسرش یزید و جانشین خودش معرفی کرد. یزید که به تخت خلافت نشست بلا فاصله پیکی پیش حاکم مدینه فرستاد و ازش خواست به هر قیمتی که شده از حسین ابن علی بیعت بگیره. اما و من خروج کردم نه برای نخوت و اظهار کبر و نه برای فساد و ظلم، بلکه برای اصلاح امت جدم و امر به معروف و نهی از منکر خارج شدم و میخواهم به سیره جدم رسول الله و پدرم علی ابن ابی طالب رفتار کنم. حسین ابن علی که زیر بار بیعت با یزید نرفته بود وصیت نامه‌شو نوشت و با خانواده و یارانش به سوی مکه رهسپار شد. سوی حسین ابن علی از سلیمان ابن سرد، مسیب ابن نجبه، رفاحت ابن شداد و حبیب ابن مظاهر و پیروان وی از اهل کوفه. خدای را سپاس که دشمن ستمگر ما و شما را بکشت و نابود ساخت. آن دشمنی که برگردن این امت جست و کار را از دست آنها ربود و جور و جفا کرد و بدون رضای آنها امیر آنها گشت. نیکان را بکشت و جفاکاران را به جا گذاشت. پس دور باد او مانند قوم ثمود و ما پیشوایی نداریم. روی به ما آور، شاید خدای ما را بر حق جمع کند. عبدالرحمن ابن عبدالله عربی، قیس ابن مسهر و امارت ابن عبدالله سلولی با 150 نامه از جانب کوفیان آمدند. و اما بعد، سراسر زمین سبز و سبززار است، میوه ها رسیده. اگر خواهی نزد ما آی که بر سپاهی وارد می شوی. اما بس بیا که مردم چشم به راه فهم و رعیان ها در غیر تو نیست و در عید بیرون نرویم و اگر به ما خبر رسید که سوی ما روی آورده اید او را بیرون کنید. نامه پس از نامه، پیک در پی پیک، قاصد پشت قاصد از کوفه به سوی مکه می رفت. اهل کوفه هزاران هزار نامه و دست نوشته فرستادن که دل به حسین ابن علی دارند و از یزید و آل معاویه بیزارند. هی، چه می کنیم؟
رحم کن سردار، رحم کن. مروتت کجا رفته مرد عرب؟ گرسنم بود. برای یه تیکه نون میخوای خونمو بریزی؟ تو کی هستی؟ اخنس. اخنس؟ اینجا چیکار میکنی؟ میخوای چه کنم؟ این بیابون بی انتها خونه منه. خونه بی این وسط داریم وقتی تیکه نون میدوزی؟ بنیاد خانه بر هیچ نهادن همین است. برای چی جرا نیومدی از خودم بخوای؟ باید حتما دزدی میکردی؟ چی میگی جوون مرد؟ انتظار داشتی از مردی که شمشیر آخته به دست داره و اسیرشو بازخواست میکنه یه تیکه نون بخوام؟ تو از اونم دیوونه تری. اون که اسیر من نیست. اگه اسیرت نیست لابد امیرته. و تو بر امیرت خروج کردی. ببند دهنتو دزد نابکار. اگرچه با دیوونه ها هم سفره شدم ولی خوب بلدم زبونه دراز در حلقوم ببرم. هران چه خواهی بکن؟ مستحق زبان بریدن است و هر بلایی سرداری که خار تکه این نوم بشه. بلا 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 بلای کوفه. کاش مسلم به کوفه نیومده بود. و گفتار همه شما اینه هست که امامی نداری. سوی ما بیا. شاید خدا به سبب تو ما را بر هدایت و حق جمع کن. و من مسلم ابن عقیل که در خاندان من سبقه من است به سوی شما فرستادم و امر کردم تا حال و رأی شما را برای من بنویسد. و اگر برای من نوشت که رأی خردمندان اهل فضلتان و رأی همگی مردم چنین است که فرستادگان شما گفتند و در نامه های شما خواندم، به زودی نزد شما می آیم انشاءالله. هزاران هزار کوفی با مسلم بیعت کردن. از مسلم ابن عقیل به مولایش حسین ابن علی. و اما بعد، آن کس که به طلب آب می رود با اهل خود دروغ نمی گوید. از اهل کوفه 18,000 کس با من بیعت کردند. پس در آمدن شتاب کن همان وقت که نامه مرا میخوانی، که همه مردم را دل با توست و دل به جانب آل معاویه ندارند. و سلام. حسین ابن علی با اهل بیتش به سوی کوفه به راه افتاد، اما ابن زیاد با زر و زور رأی مردم کوفه را برگردوند. مختار به زندان افتاد، هانی کشته شد. مسلم ابن عقیل. مسلم چی؟ چی به سرش اومد؟ ابا عبدالله بگویید کوفیان دروغ گفتن. چرم بر تو، چرم بر مردم کوفه. باش پیمان بستین بعد تنهاش گذاشتین. بس گناهی که ازش حرف میزنی اینه؟ نه، گناه من این نبود. پس چی کار کردی؟ از خودم بیزارم. به جون بکن مرد، بگو ببینم چی کار کردی تو. مسلم که کشته شد، وحشت و خفقان تو کوچه های کوفه موج میزه. بار بستم و از شهر بیرون اومدم. چند فرسنگی کوفه تو بنی مقاتل خیمه زده بودم که درود بر عبیدالله ابن هور. سلام بر حجاج. توی؟ خوش اومدی برادر. اینجا چه میکنی؟ از اینجا رد میشدم چادر رو تو دیدم. شنیده بودم که از کوفه بیرون اومدی. بگمونم بیاری؟ خواستم مدتی از هیاهو دور باشی. حجاج، این کاروان کیه که اینجا اتراق کرده؟ کاروان حسین. حسین؟ حسین ابن علی؟ بله، فرزند رسول خدا. پسر حیدر کرار. حسین ابن علی. عبیدالله کجا رفتی مومن؟ برات خبر خوبی آوردم. خدا بهت عنایت کرده. عنایت؟ بله، فرزند رسول خدا تو را به یاری خودش دعوت کرده. حسین از من میخواد کنارت شمشیر بزنم؟ درسته. و تو به این میگی عنایت؟ چی میگی عبیدالله؟ به خودت بیا مرد. چه افتخاری از این بالاتر؟ در کنار حسین زنده موندن سعادت و کشته شدن شهادت. زنده موندن؟ کدوم زنده موندن ابن مسروق؟ چشماتو باز کن و واقعیتو ببین.
تمام مردای کوفه که با حسین ابن علی پیمان بستن با شمشیرای برهنه برای ریختن خون حسین و یارانش لحظه شماری میکنن. اون وقت تو از زنده موندن میگی؟ چی میگی مرد؟ تو چت شده؟ چه بر سر غرور و شهامتت اومده؟ شهامت؟ بله شهامت، شهامت مردی که شمشیرش از نیام میکشید تا مرد و مردونه در برابر ظلم و ستم بیسته؟ کجا رفته شجاعتت؟ از کوفه فرار کردم که با حسین روبرو نشم. چرا؟ از این میترسیدم که ازم یاری بخواد و من نتونم کمکش کنم. شک ندارم که حسین و هر کسی که اونو یاری کنه کشته میشه و انبالشم. سلام عبیدالله. سلام و درود بر حسین ابن علی. صفا آوردین ابن رسول الله. حجاج تو میتوانی به کارت برسی. هرچه امر بفرمایید. تازه فهمیدم خیمگاه مجاور متعلق به شماست. حجاج پیغام مرا به تو رساند؟ باید تشنه باشید، کمی آب بیارم بنوشید. پاسخت چیست؟ همه کسانی که به شما نام نوشتن به ایمان شکستند. اگر چنین نمی شد من هم در کنارتان می ماندم. یبن رسول الله، بیشتر اهالی کوفه یا در سپاه ابن زیادن یا از کوفه فرار کردن. و تو؟ شرمنده و معذورم یبن رسول الله. یبن رسول الله، یبن رسول الله، لحظه ای بمانید. اسب خوشرکابی دارم، اجازه بدین پیشکش کنم. من از تو میخواهم که در کنار من علیه ظالمان بیستی و تو اسبت را به من پیشکش میکنی. از اینجا دور شو. که باید شمشیر میکشیدی و در کنار پسر پیغمبر مردونه میچنگیدی شونه خالی کردی. اگه من بودم اگه تو بودی چه میکردی؟ مقابل لشکری که بر حسین ابن علی شمشیر کشیدن میستادی؟ چی کار میکنی؟ آروم باش، اون شمشیر رو بذار کنار. من به روی حسین شمشیر کشیدم. تو؟ آره من. ای هاروم لغمه، همون اول باید مراقب باش. چی شد؟ ساکت شدی دلاور؟ پای تیغ که وسط میاد انتخاب اینجوری میشه نه؟ تو چطور تونستی به روی فرزند پیامبر شمشیر بکشی؟ من به حسین نامه نوشتم. نامه نوشتی؟ با اون بیعت کردی؟ با مسلم ابن عقیل بیعت کرده بودم. لعنت به تو، آخه چطور ممکنه یه نفر اینقدر پس باشه؟ از شمشیر ابن زیاد ترسیدم، دل به سکه های طلای شامی بستم. لابد ارزشش داشت. نه نداشت. دیگه خواب و خوراک ندارم، از خونم رونده شدم، مثل حیوانای وحشی آواره کوه و بیابون شدم. یه لحظه آروم و قرار ندارم. حق با توه، نباید به من رحم میکردی. بیا شمشیر تو بگیر و گردنم رو بزن. منو از شر این زندگی نکبت بار خلاص کن. شک نکن که این کارو میکنم. ولی اون اونجا بوده. تو
توی کربلا بودی. کربلا، کربلا. اون روز یه قاصد سرخ پوش از کوفه به سمت ما آمد. هنگامی که نامی من به تو رسید، حسین را نگاه دار و رو سخت گیر و او را در بیابانی بی سنگر و پناه و بدون آب فرو دار. پیک خود را فرمودم از تو جدا نشود تا خبر انجام فرمان را برای من بیاورد. تو چت شده هر؟ لااقل اجازه بده نزدیک اون آبادی اتراق کنیم. به خدا سوگند نمیتونم زهیر. این مردی که اینجاست پیام ابن زیاد آورده و مأموره که خبر اجرای اونو براش ببره. ننگ بر شما، ننگ بر شما. ابن رسول الله، هر لحظه کار دشوارتر میشه. جنگیدن با این گروه برای ما آسان‌تر از مساف با لشکریه که به زودی از راه میرسه. این سرزمین چه نام دارد؟ نینوا مولایان. اینجا رو کربلا هم میگن. کربلا جای اندوه و رنج است. به راستی این همان خاک است که جبرئیل به رسول خدا خبر داد. رخصت بدید شمشیر بکشیم و راه خودمون رو باز کنیم. من هرگز آغاز به قتال نمی کنم. همینجا منزل می کنم. بارها رو زمین بذارید، اتراق می کنیم. بر امیر لشکر عمر ابن سعد ابی وقاص. سلام بر تو هور، چه خبر؟ میبینید که طبق فرمان عبیدالله جلوی کاروان حسین رو گرفتیم و اونا در زمین خشک و بی آب و علف خیمه زدن. بسیار خوب امیر، تو میخوای با فرزند علی بجنگی؟ امیدوارم کار با اونجا نکشه. باید با حسین صحبت کنم. از عمر ابن سعد ابی وقاص سردار سپاه و امیر عبیدالله ابن زیاد حاکم کوفه. و اما بعد، با حسین صحبت نمودم. او خواستار بازگشت به مدینه و یا رفتم به یکی از مرزهای پهناور بلاد اسلامی می باشد. اگر یکی از دیلمیان چنین درخواستی می نمود و تو نمی پذیرفتی، قطعا در حق او ظلم روا داشته بودی. باشد که این قائله ختم بخیر شود. و سلام.
فرمان حمله دادی امین؟ حمله؟ نه، چطور مگه؟ پس ابن حجاج با این همه سوار مسلح به کجا رفت؟ مأمور شده که فرمان ابن زیاد رو اجرا کنه. فرمان؟ چه فرمانی؟ فرمان تازه اومده؟ مگه فرقی هم میکنه؟ اون توی دارالحکومه نشسته و فرمان میده، ما مجبوریم اطاعت کنیم. اما امیر، اما و اگر نداره هر، مگه خودتو نبودی که به دستور ابن زیاد عشیره حسین رو تو این زمین خشک و بی آب و علف من زمین گیر کردی؟ ابن زیاد چه فرمانی داده؟ نمیدونم، بگیر بخون. چی شده زهر؟ این همه سوار کنار فرات چی میخوان؟ نمیبینی؟ عمر سعد به ابن حجاج دستور داده که آبو بر روی کاروان ما ببندن. آبو ببندن؟ تو این گرمای سوزان؟ اگه اجازه بدین به اردوگاه عمر سعد برم. برای چه منظوری؟ شاید با صحبت کردن بتونم از بستن آب پشیمونش کنم. اختیار با توست، اگر میخواهی صحبت کن. با اجازه. ابن خزیج، چرا جواب سلام منو نمیدی؟ مگه من مسلمون نیستم؟ مسلمون؟ اگه مسلمون بودی با شمشیر برهنه به جنگ عترت رسول خدا نمی اومدی؟ نمیفهمم منظورت چیه؟ آب فراتو که همه مخلوقات آزادانه از اون می نوشن روی حسین ابن علی و خاندان رسول خدا بستی؟ اون وقت خیال میکنی مسلمونی و خدا و رسولشو میشناسی؟ حسین علیه خلیفه خروج کرده و حاضر نیست بیعت کنه. میبینم صدای امارت ری کورت کرده عمر. این نفرین بر تو و نفرین به خلیفهی که ازش اسم بردی. یا ابا عبدالله، عمر سعد راضی شده تو رو به حکومت ری بفروشه. نفرین بر شما به ظاهر مسلمون شده ها، دینتون مبارکتون باشه. نفرین به تو ای پسر ابی وقاص که فرزند رسول خدا رو به امارت ری فروختی. جهنم منتظر توه. آتش جهنم مبارکت باشه. عباس، ناله کودکان تشنه را میشنوی؟ پس از غروب آفتاب تنی چند از یاران را کنار فرات بفرست، مشک‌ها را پر آب کنند و بازگردند. تو کی هستی؟ وایسا، اینجا چی میخوای؟ چی کار داری؟ اومدم از شط آب بردارم. از فرات نمیشه، اجازه نمیدم. از اینجا برو. از که تا حالا نوشیدن آب فرات نیاز به اجازه تو در ابن حجاج؟ با من بحث نکن، من مأمورم و معذور. از سر راه کنار برید. عباس ابن علی، من از عمر سعد دستور دارم آب و بروی اردوی حسین ببندم. این درخواست شما؟ درخواست؟ ما که از شما درخواستی نکردیم. آب بردارید. نذارین آب بردارن. جلوی اونا رو بگیرید. جلوشون رو بگیرید. شمر، اینجا چی کار میکنی؟ از کی تا حالا پسر فاتح ایران کابوس میبینه؟
این قائل منو به کلی آشفته کرده. نکنه ترس به جون امیر سپاه افتاده. نگفتی اینجا چیکار میکنی ملعون؟ پاسخ ابن زیادو برات آوردم امیر. بده ببینم. من تو را به سوی حسین فرستادم تا دفع شر از او کنی و کار را به درازا بکشانی. یا حسین و یارانش فرمان مرا میپذیرند که آنها را نزد من میفرستی و یا نمیپذیرند که با آنها هجوم میبری و آنان را از دم تیغ میگذرانی. اگر فرمان بری تو را پاداش دهم به فرمان برداریت و الا از لشکر من جدا شو و آن را به شم واگذار که ما فرمان خیش را به او داده ایم. لعنت به تو شم! چه کردی خون خراب؟ تو نرو شیخ، من یه پیکم پاسخ حاکم کوفه رو برای تو آوردم. هرچی رشته بودم پنبه شد. خیر سرم میخواستم این قائله ختم به خیر بشه. لودگی نکن ملعون. ختم به خیر. فرمان امیر عبیدالله ابن زیاد رو اطاعت میکنی یا فرماندهی سپاه رو به من میسپاری؟ کاری رو که شروع کردم خودم هم تمومش میکنم. آهای خواهرزاده های من کجایید؟ جلو بیایید. عباس، عبدالله، عثمان، جعفر بیایید. باهاتون حرف دارم. کیست که شما را صدا میزنید؟ شمر ابن زلجوشن است مولایم. چرا او را اجابت نمی کنید؟ مردی فاسد است، نمیخواهم با او هم کلام شوم. عباس برادرم، پاسخ او را بدهید، هرچند ناپرهیزگار و مفسد باشد. بله مولایم، همین کار را میکنم. عباس خواهرزاده عزیز، بالاخره اومدی. میدونستم که میایی. همان جا بمان. چه میخواهی؟ برات امان نامه آوردم. امان نامه؟ بله امان نامه. از مختصر اعتباری که پیش امیر داشتم استفاده کردم و برای تو و برادرات امان نامه گرفتم. دیگه نیازی نیست کنار حسین بمونید و کشته بشید. هرچی باشه شما خواهرزاده های من هستید. دستت بریده باد ملعون. چی میگی عباس؟ نفرین خدا بر تو و این امان نامه ای که آورده ای. از من میخواهی برادرم، مولایم، فرزند فاطمه را در قتلگاه رها کنم و در پناه فرزند مرجانه قرار بگیرم؟ عباس گوش کن، این چه کاریه؟ به سپاهی که در مقابلت قرار گرفته نگاه کن. فردا که جنگ شروع بشه حسین ابن علی و تمام یارانش در یک لحظه نابود میشن. تو با برادرانه تنوز عباس ابن زیاد برای تو امان نامه فرستاده. عباس چیشو؟ شیر رفتی شغال برگشتی پسر زلجوشم. اگه میتونستم عباسو منصرف کنم غلبه به اردوی حسین سهل و ساده میشد. خیال کردی خیمگاه حسینم دارالاماره کوفه است که با چرب زبونی واسه خود جولان میدادی؟ مشتی جوون خام و بی تجربه ان که مردن در کنار حسین و به زنده موندن کنار ما ترجیح میدن. دیگه وقتش رسیده. ای سواران لشکر خدا، به دشمن بتازید که شما را به بهشت مژده میدم. شیخ این حرفت چقدر آشناست. این همون شعاری نبود که پدرت سعد ابی‌العباس در جنگ قادسیه ازش استفاده میکرد؟ مهلت تموم شده، به مقاتله اومدیم. می جنگین یا تسلیم میشین.
اگه تسلیم بشین شما رو به سلامت به کوفه نزد عبیدالله ابن زیاد میبرم. شتاب نکنی تا از ابا عبدالله کسب تکلیف کنم و پاسخ او را برایتون بیاورم. بسیار خوب. تای پسر قیس، مگه تو در کوفه با مسلم بیعت نکردی؟ ببینین کی این حرفا رو میزنه. زهیر، تو رو چه به خاندان علی ابن ابی طالب؟ به خدا قسم مثل تو و همسالتون نامه بیعت ننوشتم. پس با این حساب در کاروان حسین چه میکنی؟ من شما قوم نابکار رو میشناسم. با حسین همراه شدم تا در برابر کفتارایی مثل شما ازش دفاع کنم. شاید با این کار کمی از دینم به رسول خدا رو ادا کرده باشم. کافیه زهی. عباس، ابو عبدالله چه دستوری دادن؟ ایشان میفرمایند امشب دعا و نیایش خدا را انجام دهیم و کار را به فردا بیندازیم. بسیار خوب، تا فردا به شما مهلت میدیم. اگه تسلیم شدین فبه ها، در غیر این صورت شمشیر بین ما حکم میکنه. ها، برمیگردیم. ها، من می دانم با این جماعت کار به جنگ و ستیز خواهد کشید. همه شما را به اینجا خواندم تا بگویم من پیمان و بیعت از شما بریدم و تعهد از شما برداشتم. مشعلها و چراغها را خاموش کنید. هیچ چراغی از خیمگاه روشن نباشد. روی آتشها را بپوشانید. یعنی چه؟ اردوگاه حسین تاریک شد. کجا میری؟ باید به امیر خبر بدیم. گفتم چرا خارا خاموش کنند، نکند کسی از رفتنش شرمسار باشد و خجالت بکشد. از این تاریکی استفاده کنید، بروید. هر یک دست یکی از اهل بیت مرا بگیرید و در شهرها و روستاهای اطراف پراکنده شوید. این جماعت فقط مرا میخواهند. وقتی به هدفشان برسند دیگر کاری با شما نخواهند داشت. ای برادران مسلم، شما عموزادگان منید. با خون مسلم دین خود را به من ادا کردید. شما دیگر نمانید، بروید. کجا بریم ابن رسول الله؟ ننگ بر ما اگه از اینجا بریم. بزرگ و سالارمون، پسر عموهای خودمونو که بهترین مردمانن رها کنیم؟ یا ابا عبدالله، اگه تو رو رها کنیم فردای قیامت در پیشگاه خداوند چه بهانه‌ای بیاریم؟ به خدا قسم با تمام نیرو این نیزه رو در سینه اونها فرو میکنم و تا زمانی که قبضه شمشیر در دستم باشه با اونها خواهم جنگید و اگه شمشیرم رو بگیرن با دستای خالی میجنگم، ولی لحظه ای تو رو رها نخواهم کرد. اگه 70 بار کشته و بار دیگه زنده بشم بازم تو رو رها نمیکنم. خداوند تو رو در بهشت منزلی نیکو عطا کند. پدر و مادرم فدای شما ابن رسول الله. دوست دارم 1000 بار کشته بشم، اما خداوند مرگ را از شما و خاندانتون دور کنه. همه شما فردا کشته خواهید شد و کسی از شما زنده نمیماند. یا ابا عبدالله، تا زمانی که جان در بدن داریم با تمام وجود از تو محافظت میکنیم. پس حسین ابن علی کارو به فردا حواله کرد. گفتم که نباید بهش مهلت میدادی. نمیخوام دستم به خون نوای پیامبر آلوده بشه. ولی میشه. نمیدونم. شیخ، تو با این شک و تردیدات عاقبت. امیر! چیه؟ چه خبر شده؟ امیر، در اردوگاه حسین ابن علی همه آتیشا رو خاموش کردن. غلط نکنم نقشه ای دارن. امیر، از مرکه فرار نکنم. حسین و فرار؟ فرار از مرکه؟
تو اونو نمیشناسی ابله. حتما از شهامت و شجاعت امثال تو ترسیده ابن حجاج. بسه دیگه کافیه. راستی هور کجاست؟ هور؟ ای جماعت، مگر من پسر وصی پیامبر شما نیستم؟ پسر عمو، آن که اول او ایمان آورد و رسول خدای را تصدیق کرد در هر آنچه از جانب خدا آورده بود. آیا حمزه سید الشهدا عم من نیست؟ حسین با حرفاش دوباره شک و تردید و به دل سپاه کوفه انداخت. اون پسر علی ابن ابی طالبه. اگه یه روز تموم همینجوری وایسین و گوش بدید، امکان نداره از گفتار درمونده و عاجز بشه. یه چیزی بگید، دادقال کنید. این دو سید جوانان اهل بهشتن. چرا مثل مجسمه وایسادی؟ چی میگی حسین؟ شک نکن که هیچ کدوم از ما نمیدونیم از چی صحبت میکنی. اون چه که بیگی لغلقی زبانی بیش نیست. آره پناه میبرم به خدا. آیا کسی را از شما کشتم که خون او را میخواهید؟ یا مالی تباه ساختم؟ یا قصاص جراحتی از من میخواهید؟ ای شمس، ای یزید ابن حارث، آیا به من نامه ننوشتید که میوه ها رسیده و سر تا سر زمین سبز شده؟ اگر بیایی سپاهی آراسته به فرمان توست؟ می شنیدیم و نمی شنیدیم. همگی مثل سنگ شده بودیم. اون فرزند پیامبر خداست. میخوایی چیکار کنی عمر؟ یعنی واقعا میخوایی با اون بجنگی؟ شک نکن معرکی را بندازم که قطع شدن سرا و بریدن دستا پیش اون ساده ترین کارا باشه. این پیشنهاد چی؟ این که بذاریم برگرده؟ اینم نمیخوایی قبول کنی؟ اگه دست منه ها؟ نمیفهمی؟
این دستور امیر ابن زیاده. لابد روز قیامتم همین بهانه رو میاری. همومش کار. آیا پسر ماویه را یاری میکنید و فرزند علی را تنها میگذارید؟ من به شما چه بگویم؟ والله پیمان شکنی عادت دیرینه شماست. آل ابن زیاد ما را بر سر دوراهی قرار داده که یا شمشیر و یا خاری کشیدن. راه سومی وجود ندارد. ای آت من نزله. کمان من را بدید. به خدا قسم آنچه از من میخواهند اجابت نمی کنم تا آغشته به خون به لقای پروردگارم برسد. همگی شاهد باشید که اولین تیر این نبرد رو من میندازم. خدا شما را ببخشاید. به سوی مرگ بشتابید که به ناچار آمده نیست. این تیرها سفیران استقبال این قوم از شما هستند. سوار از اردوی دشمن به این طرف میاد. ابن یزید ریاهی، امان بده نافه. برای چی اومدی هور؟ بگو چی میخوای؟ نادم و پشیمان به درگاه امام اومدم. آیا ابا عبدالله منو میپذیره؟ راه باز کنید. Thank you.
جانم به فدایت یا ابا عبدالله. این منم، حر ابن یزید ریاحی، سردار سپاه یزید. نادم و پشیمان، من بودم که راه رو بر شما بستم، اما به خدا سوگند نمیدونستم این قوم با تو و خاندانت چنین میکنن. بی خبر بودم که قصد ریختن خون پاک فرزند پیامبر رو بر ریک های این بیابون دارن و رحم و مروت از وجودشون خارج شده. حالا پشیمونم و نادم. توبه کار به نزد تو اومدم. توبه منو میپذیری یا حسین؟ یبن رسول الله، بی دعای تو امیدی به اجابت توبه ام نیست. برخیز ای هر، پروردگار توبه تو را بپذیرد. یا ابا عبدالله، اجازه نبرد میخوام. میخوام اولین نفری باشم که جونشو در راه تو فدا میکنه. تو هر هستی ای آزاد مرد، هرچه در اندیشه داری به جای آر. نمیخوام افتخار جنگیدن در کنار چنین مردی رو از دست بدم. صبر کن هر. زهیر و هور با هم به میدون اومدن. قبل از اون که هور به اردوی حسین ملحق بشه، هممون فکر میکردیم اگه زهیر به میدون بیاد و طوفان بپا کنه، تنها کسی که میتونه حریفش بشه هور ابن یزید ریاحیه. اما حالا هر دوی اونا در کنار هم با ما میجنگیدن. مثل دو تا کوه محکم و استوار بودن در برابر موج سربازان ما. هر کدوم تو معرکه گیر می افتاد، اون یکی به کمکش می اومد تا اینکه هور کشته شد. زهیر چی؟ زهیر یکه و تنها تا اذان ظهر جنگی. های جماعت، آیا شما مسلمونید؟ نکنه کر شدید؟ این صدای اذانه که از خیمه‌گاه شما شنیده میشه؟ نمیشنوید؟ شما را به نماز دعوت میکنند. شما چه قومی هستید؟ شهادت به پیامبری محمد میدید، اما به قصد ریختن خون فرزندش شمشیر به دست گرفتین و به صف ایستادید؟ ای لعنت خدا به شما. چی شده شم؟ چرا از نبرد دست کشیدید؟ نکنه تو هم پشیمون شدی؟ زهیر صدای اذان را شنید، برای ادای نماز ظهر به صف جماعت اردوی حسین پیوست. پس صدای مؤذن ما به گوش یاران حسین هم رسید. اگه زهیر تو را به یاد نماز بندازه. ببینم حسین نماز میخونه؟ مگه نشنیدی؟ اونا میگن برای اقامه نماز میجنگن. اما این کارو سخت میکنه امیر. چه سختی؟ ما هم کمی نفس تازه میکنیم، بعد از نماز زنده نمیمونن کارو سخت کنن. آخه در هر دو جبهه این پیکار نماز خونده میشه، سربازای ما چطور تشخیص بدن حق کیه و باطل کدومه؟ خب معلومه، ما بر حقیم. صبر کن، این نماز فتنه سازه، نباید نمازشو تموم کنه. یعنی چی؟ چی کارش کنیم؟ بهشون میتازیم. نمازشون رو در غبار تاخت و تاز اسمان ناپدید کنید. هیاهو کنید و بر ما بر طبل‌ها بکوبید. نعره بکشید. Thank you.
جنگ بر شما. چطور تونستین همچی کاری بکنی؟ من که گفتم بیا و جونمو بگی. شرم‌آوره چه جماعت. بعد نماز دوباره به میدون جنگ اومد، دلیرتر و مردونه‌تر. زهای، نصیحت منو گوش کن و حسین رو رها کن. میبینی که چیزی از عمر اون اصحابش باقی نمونده، اما من میتونم بهت امان بدم تا جون خودتو برداری و بری. خامی نکن، تا فرصت هست جون خودتو نجات بده. نبند دهنتو پسر زلجوشم. چقدر یاو سرایی. به خدا قسم تا دمی که جون در بدن دارم شمشیر میزنم و اجازه نمیدم از طرف شما آزاری به حسین و خاندانش برسه. انقدر رجز نخون زهیر. اگه واسه یه جنگیدن اومدی پس چرا شمشیر نمیکشی؟ شمشیر؟ اینجا مردی نمیبینم که بخوام به روش شمشیر بکشم. آیشم، اگر راست میگی و جگرشو داری خودت به میدون بیا و مثل یه بزدل ترسو یاوه. آی بطل چی هستی؟ اون زبون چیزشو از حلقومش بیرون بکشید. زهیر مثل یه شیر مردون جنگید و کشته شد. بعد از اون یکی دیگه از اردوی حسین به میدون جنگ اومد. شم، اون سوار کیه که اینطور جولان میگن؟ از تاخت و تاز اسبش معلومه که بریر ابن خزیره. عجب چابک سواریه. کجا رفت؟ بهش بطال ندید، بکنید، دورش کنید، نذارید فرار کنه. بی ارزه ها اون فقط که نفره، مادرتون به ازادون بشینه، مادرش کنید. باید از اسب پایین بکشیدش، فقط اینجوری میشه شکستش داد. این کار با افتگه من بسریدم، میدونم چطور از اسب پیادش کنم. نهاش کنید ابن حسین، تو که قاری کلام خدا هستی، آیا فکر کردی که در راه خیر قدم برمیداری یا شر؟ ابن مغل، به خدا و کلام خدا قسم که فرق حق و باطل از روز برام روشنتره. ابن خزیر، زیاد به خودت مطمئن نباش. مرز بین حق و باطل در این میدان میتونه از لبه شمشیرت هم باریکتر باشه. من پیرو کسی هستم که فرزند رسول خداست، در حالی که تو برای پسر مرجانه میجنگی، کسی که زرق و برق دنیا کورش کرده و این بر همه عیانه که چطور به ناحق بر جان و مال و ناموس امت تسلط پیدا کرده. بسیار خوب، از حالا که اینقدر به خودت اطمینان داری، اگر راست میگی پیاده به میدون بیا و تن به مباهله بده. قبوله، مباهله میکنی. از خداوند میخوایم اونی که در راه باطله به دست دیگری کشته بشه. منتظر چی هستی؟ خداوندو به کدوم شرفت میخوای سوگند بدی؟ به همون شرفی که ندارم. خود اش کارساز شد. ابن مغل،
خودت هم خوب میدونی که در میان شما حقیقتی نیست که بخوای در برابر خداوند به سوگند بذاری. پس بلند شو، از شرفی که نداری دفاع کن. نوبت به دو برادر رسید، حسین و عباس. در اردوی حسین همه کشته شده بودند. تا مثل پدرشون علی شمشیر می زدن. این صدای العطش بچه ها بود که از خیمه ها می آمد. عباس صف لشکر رو شکافت تا از فرات برای بچه ها آب بیاره. کسی هست که دشمن را از حرم پیغمبر براند؟ خدا پرستی هست
که از خدا بترسد و ما را یاری کند. جوان مردی هست که برای ثواب فریاد رس ما باشد. جماعت، بیعت شکستید و بر من شمشیر کشیدید. از حریف قتال شما منم. شما را با این طفل شیرخوار چه کار؟ راست میگه، جنگ ما با حسین ابن علیه، نه با طفل 6 ماهه. ساکت، سرت به کار خودت باشه. اگه جرأت داری این حرفا را به شمر بزن. به اون همه قناعیم فکر کن ابله. شمر؟ بله امیر. مگه نمیبینی حرفای حسین و ناله های تفلش داره بنیان سپاه ما رو از هم میپاشونه؟ یک کاری بکن ملعون. میگه چی کار کنم امیر؟ هر کاری که میتونی، فقط این قایله رو تمومش کن. هرمنه بدنه، میخوام حسینو از کلام بندازی. حسینو یکی سه زد در برابر هر تیری که به هدف بخوره. اول بزنش بعد نرخ تعیین کن. دو کیسه زر برای تیری که به حنجره طفل بشینه. چی میگی امیر؟ اون طفل با حسین اندازه یک لشکر سرباز تازه نفس قدرت میده. طفل بزن. اطاعت امیر. خدایا، خداوند را حکم کن میان ما و این مردمی که ما را خواندند تا یاری کند. آنگاه فرزندان ما را کشتند، اما چون تو می نگری آن چه بر من می گذرد سهل باشد. کافر شدند این قوم، کفرشان تازه است. قبل از این از ثواب خدا روی گردند. اینان همان کسانی هستند که پدرم علی را کشتند و برادرم حسن. در چیه اونجا نشسته؟ چه میکنه؟ نمیدونم،
به گمونم داغ عزیزانش زمین گیرش کرده. آره، حق با توه. بعید دیگه بتونه روی پاهاش بیسته. پدرم علی بود که قباندوه را از دل اهل ایمان زدود در سخت‌ترین نبردهای پیامبر، و همو بود که مرگ و شکست را در هم می‌پیچید. هرچه کرد در راه خدا کرد. حال بنگرید حال این امت بدسرش را که با اطرتش چه کردند. اطرتی که اطرت مصطفی بود، اطرت علی ابن ابی طالب که چهرهش گلگون بود به هنگامه ی نبرد، وانگاه که همه از ترس رنگ می باختند، همو بود که چون شیر بر صف دشمنان می زد. حسین نبود، خود علی ابن ابی طالب بود. تو تمام عمرم هیچ کسو ندیدم که فرزندان و یارانش کشته شده باشن ولی بتونه مثل شیر به صف دشمنش حمله کنه. ما 30,000 نفر بودیم، اما وقتی حمله می کرد مثل مور و ملخ پراکنده می شدیم. ما رو در هم می کوبید. هیچ کس زهره رو در رو شدن با اونو نداشت تا اینکه عمر سعد فریاد زد: وای بخت شما، یادتون رفته با کی دارین می جنگین؟ اون فرزند علی ابن ابی طالبه. تیر بارونش کنید. تمومه. به سمت خیمه ها برید و اونا رو به آتش بکشید. ای جماعت، صبر کنید. وای بر شما، وای بر شما پیروان آل ابو سفیان. اگر دین ندارید از روز قیامت نمی ترسید، لااقل آزاد مرد باشید. منظورت چیه حسین؟
من زنده ام با من نبرد کنید، نه زنان کودکان. حق با اونه، برگردید، اول به سراغ خودش برین و کارو تموم کنید. بعد از کشته شدن حسین سراغ خیمگاه رفتیم، اموال رو غارت کردیم و خیمه ها رو به آتش کشیدیم، زنا و بچه های بیگناه رو به اسارت گرفتیم. بس کن ویرم، بس کن، بس کن بی انصاف، بس کن. چطور میتونی؟ تو هم یکی مثل منی عبیدالله، من و تو یه راه رفتی، میفهمی؟ بس کن، من با تو خیلی فرق دارم، من که به روی حسین شمشیر نکشیدم. بزدلایی مثل تو جرأت شمشیر کشیدن ندارن، اون از تو کمک خواست و تو بهش پشت کردی. بس کن، بسه، بس کن، تو چطور تونستی؟ چطور میتونی؟ دیگه نمیخوام بشنوم، تمومش کن، دیگه نمیخوام بشنوم، تمومش کن. باید یاریش میکردم. بسه دیگه، بلند شو برو. آهای مرد، چی کار میکنی؟ میخوای بذاری بری؟ با تو هم؟ مگه نگفتی کارو تموم میکنی؟ نمیخوای به قولت عمل کنی؟ کدوم قول؟ مگه نگفتی خلاصم میکنی؟ شمشیر بکش و عذابمو تموم کن. زهیر راست میگفت، شمشیر حرمت داره، چون برای مثل تو لیاقت کشته شدن با شمشیر رو ندارن. دمونو با عذاب انتخابی که کردی زندگی کن. بهت التماس میکنم مرد، شمشیر تو بکش. همون ترسو. از همون اول میدونستم تو هم مثل عبیدالله از شمشیر کشیدن میترسی. اگه نمیترسی سینه منو بشکاف. که حسرت بود سینه را بشکافت، روز بدون شک امروز است که سینه را بشکافت. صبر کن جوان. سلام بر تو. سلام. کی هستی؟ به کجا میری؟ فیس ابن مالکم، برمیگردم به قبیلم. خوبه، کمی از راه با هم همسفریم. تو از کجا میای غریبه؟ از کوفه. کوفه؟ چه خبر از کوفه؟ کوفه شهر نفرین شده هاست، این شهر دیگه هیچ وقت روی آرامشو نمیبینه. دیروز دوباره در شهر قوغایی به پا شد. چه قوغایی؟ عده‌ای به خونخواهی حسین علیه آل امیه قیام کرد. چی شد؟ چرا برگشتی؟ کجا میری مرد؟ کوفه!